Hello everyone, Amir here again and I hope you're all doing great. سلام به همگی، امیر هستم، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها. امروز قراره که یه سری فریز ها یا جملات کاربردی رو پیرامون این چهار تا موضوع با هم یاد بگیریم. Asking for help, asking for information, asking people to wait و asking somebody's opinion. قراره که راجع به درخواست های مختلف، یکی این که درخواست برای کمک asking someone for help or asking for help برای کمک گرفتن یا asking for information برای اطلاعات، میخوای سوال بپرسی یا یه چیزی اطلاع بگیری یا بخوای از مردم بخوای که منتظر بمونن asking people to wait، و مورد آخرم asking somebody's opinion، میخوای نظر یا فکر یک نفر رو بپرسی، ایده این طرف و نظر طرف رو ازش بپرسی. خب مثلا بگی که نظر راجع به این چیه. میخوایم جملات رو تو این چهار بخش کار کنیم، هر کدومشون 7-8 تا 10 تا جمله داره. تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب بریم سراغ موقعیت اول یا بخش اول، asking for help. جملات رو قراره توی این بخش سه تا سه تا با هم بررسی کنیم. بریم جمله اول داشته باشیم. جمله اول، can you give me a hand with this? Can you give me a hand with this? جمله دوم، could you help me for a second? Could you help me for a second? جمله سوم، can I ask a favor? Can I ask a favor? خب بریم این جملات از اول با هم بررسی کنیم بچه ها. جمله اول چی میگه؟ Can you give me a hand with this? Give me a hand بچه ها، اینجور منظورش نیست که دستتو بدی به من. Can you give me a hand with this؟ یعنی که میتونی توی این قضیه یه کمکی به من کنی. معمولا اینو جایی استفاده میکنن که یه کار فیزیکی داری انجام میدی. مثلا داری یه ماشین رو هول میدی، میخوای یکی بگی که میتونی یه دستی برسونی، ما تو فارسی اینو میگیم یه دستی میتونی برسونی، یعنی میتونی یه کمکی بکنی. Can you give me a hand with this؟ خب یعنی تو انجام دادن این کار، هول دادن یا مثلا یه چیز محکم رو باز کردن. Can you give me a hand with this؟ خب ولی مثلا یه مشکلی برات پیش اومده، داری راجبش حرف میزنی، میخوای به طرف بگی کمکم کن، دیگه اینجا نمیگن Can you give me a hand with this؟ اولا ببینید can یا could کدومو باید استفاده کنیم. Could you give me a hand with this or can you give me a hand with this؟ جفتش درسته. Could یه ذره مؤدبانه تر و فرمال تره. مثلا اگه میخوای به رئیست یا به مثلا همکارت بگی یا آدمی که باش خیلی صمیمی نیستی، بهتر از could استفاده کنی. Could you give me a hand with this؟ ولی با رفیقت بیرون رفتی، ماشین خراب شده، جک و انداختی، میخوای بگی میتونی یه کمک برسون به من، اونجا دیگه از can استفاده میکنی. با رفیقت راحتی، خب؟ ولی با غریبه ها بهتر از could استفاده کنی، مثل تو جمله دوم که بهش میرسیم. پس can you give me a hand with this معمولا کمک خواستن تو کارهای فیزیکیه. خب همینجور محاوره یا عادی نمیشه، به یارو نمیگی که can you give me a hand with this. خب یعنی دست رسوندن، کمک کردن. حالا جمله دوم ببینیم. Could you help me for a second? Could you help me for a second? میتونی یه لحظه کمکم کنی، برای یک لحظه کمکم کنی. اینو هر جا میتونی استفاده کنی. حالا کار فیزیکی داری انجام میدی یا کار کامپیوتری داری انجام میدی، هر چی که هست. Could you help me for a second؟ میتونی یک لحظه کمکم کنی. یا اصلا میخوای یه تصمیمی بگیری، میخوای تو گرفتن اون تصمیم از یه طرف کمک بگیری، از این میتونی استفاده کنی. Could you help me to make my decision؟ میتونی کمک هم کنی تا تصمیممو بگیرم. ولی دیگه نمیگی could you give me a hand to make my decision؟ دیگه از give me a hand، چون تصمیم گرفتن کار فیزیکی نیست، طرف نمیتونه بیاد دست بکنه تو مغزت که. خب اینجا فقط از کمک کردن استفاده میکنی. Could you help me؟ پس تفاوتش رو با جمله اول فهمیدیم. جمله سومم که خیلی راحته. Can I ask a favor؟ Can I ask a favor؟ خب ببین بچه ها، اگه میخوای توانایی خودتو بپرسی، یعنی که آیا خودت قادر هستی کاری بکنی یا نه، دیگه از could استفاده نمی کنی. دیگه نمیگن could I ask a favor. could همیشه برای شخص دومه. could you help me برای مؤدبانه بودن. فکر نکنید اگه میخوای از خودت هم سوال بپرسی، مثلا میگی که can I ask a favor، میتونم یه سوالی بپرسم و بخوام مؤدبانه ترش کنم، بیام بگم could I ask a favor.
دیگه اینو استفاده نمی کنن. واسه خودت همیشه can میگی. خب؟ ولی واسه شخص دوم میخوای محترمانه استفاده کنی، از could استفاده میکنی. Could you help me؟ امکانش هست کمکم کنید. اوکی؟ Okay. Can I ask a favor؟ یعنی که میتونم یه لطفی ازتون بخوام. Favor میشه لطف کردن. خب؟ Can I ask a favor؟ خب، سه تا جمله بعدی. از این سه تا جمله هم میتونیم استفاده کنیم. جمله اول: I wonder if you could help me with this. I wonder if you could help me with this. جمله بعدی: I could do with some help, please. I could do with some help, please. جمله سوم: I can't manage. Can you help? I can't manage. Can you help? خب بریم سراغ جمله اول. جمله اول ببینید بچه ها: I wonder if you could help me with this. Wonder یعنی چی؟ I wonder یعنی که پیش خودم دارم فکر میکنم. خب I wonder if you could help me with this. داشتم فکر میکردم که میتونی توی این قضیه به من کمک کنی؟ خب حالا نکته رو نگاه کنید. اینجا ما میتونیم به جای could از can استفاده کنیم. مثلا بگیم با یارو خیلی راحتیم، رفیقمونه، بگیم I wonder if you can help me with this. نه، ببینید اینجا فقط بعد از could استفاده کنی، هم رفیقته هم غریب است. چرا؟ ببینید وقتی میگه I wonder داره راجع به یه چیز ایمجینری حرف میزنه، داری تو ذهنت خیال میکنی، برمیگرده به همون قواعد کاندیشنال که من اینجا نمیخوام درس بدم. خب قواعد کاندیشنال که میگه که اگه من جای تو بودم این کارو میکردم. If I were you I would از would بعد استفاده کنی یا از could بعد استفاده کنی، چون ایمجینریه. اینم داره میگه که I wonder، دارم پیش خودم فکر میکنم، پس داره کمک کردن اونو تصور میکنه، پس میشه شرطی، حتما باید از could استفاده کنی. I wonder if you could help me with this. اوکی؟ اینو حواستون باشه. I wonder اینجا داره شرایط ایمجینری به وجود میاره. اینجا دیگه ربطی به محترمانه بودن نداره. چه رئیست باشه، چه رفیقت باشه، باید از could استفاده کنی. یا مثلا جمله دومو ببینیم. I could do with some help, please. I could do with some help, please. این نکته جملهش چیه؟ من گفتم جایی که میخوای راجع به خودت حرف بزنی دیگه راجع لازم نیست از could استفاده کنی. خب مثلا can I help you رو دیگه نمیگی could I help you، ولی اینجا چرا گفتم I could، چرا نگفتم I can. I could do with some help. اینم اگه به معنیش دقت کنید داره راجع به یک شرایط ایمجینری حرف میزنه. خب میگه من میتونم این کار رو انجام بدم با یکم کمک. I could do with some help, please. خب تو هنوز اون کار رو انجام ندادی، خب ولی داری میگی اگه یه ذره کمک داشته باشم این کار انجام میدم. پس این یه چیز خیالیه، یه تئوریه که تو ذهنت داری میچینی. خب هنوز اتفاق نیفتاده، تو داری اینجا help و شرطش میکنی. خب تو اینجوری به این جمله چیز کن، نگاه کن. I could do if I have some help, please. خب اینجا if رو در واقع حذف کرده، از قیدی آورده بیرون، خلاصش کرده. I could do with some help. در واقع این جمله این بوده. I could do it if I have some help. من میتونم این کارو کنم اگه یه ذره کمک داشته باشم. کی دیگه؟ هر کسی نمیاد این همه جمله رو بگه. دیگه نیتیو ها نمیان if رو اینجا استفاده کنن. If رو حذف میکنن. I could do with some help. پس اینجا هم حتما باید از could استفاده کنی. اصلا میخوای راجع به طرف حرف بزنی. You could do this with some help. تو میتونی این کار رو انجام بدی با یه ذره کمک. اینم در واقع این بوده. You could do this if you had some help. خب اینم همینه. پس شرطیه، باید از could استفاده بشه. این نکته رو حواستون باشه. و جمله سوم یا جمله آخر: I can't manage. Can you help? I can't manage. Can you help? جمله خیلی ساده. I can't manage یعنی که نمیتونم حلش کنم، نمیتونم مدیریتش کنم. خب I can manage. Can you help? Or could you help? اینجا دیگه شرطی نیست. اگه رفیقته can you help، اگه غریبه است could you help، بستگی به خودت داره که میخوای مؤدبانه حرف بزنی یا نه. Could you help please؟ I can manage. خب 6 تا جمله رو تا حالا تو این بخش بررسی کردیم. بریم ستای بعدی رو بررسی کنیم. Give me a hand with this, will you? Give me a hand with this, will you? جمله دوم: Lend me a hand with this, will you? Lend me a hand with this, will you? جمله سوم: Could you spare a moment? Could you spare a moment? خب جمله اول چی میگه؟ Give me a hand with this, will you?
این کاملا غیر رسمیه، کاملا اینفورماله، فقط به رفیقاتون میگید، کسایی که باهاشون راحتید. خب مثلا همون داری ماشین رو هول میدی، بعد رفیقت عقلش کار نمیکنه، خب یه دستی برسونه، این یه جوری تیک انداختن هم هست. خب مثلا داری طرف تیک هم بندازی، اگه میخوای تیک بندازی از این میتونی استفاده کنی. مثلا ما دیدیم تو فارسی میگیم یه کمکی برسونی بد نیست، نظرت چیه یه کمکی بکنی؟ مثلا این طرف خودش حواسش نیست، مثلا عاشقه، داره یه جا دیگه فکر میکنه، تو داری ماشین رو هول میدی، میخوای بهش بگی دستی برسون، دیگه اونجا بگی could you help me please، دیگه خیلی داری بهش رو میدی. بعد اینو بگی give me a hand with this will you، تو فیلم ها هم زیاد چنگ اینجوری میگن give me a hand with this، یه دستی برسون، اوکی میشه، زحمتی نیست. این ویلیو آخرش یه جورایی به این معنیه، تاکیدش میکنه، سوالش میکنه give me a hand with this will you، خب اگه مشکلی نداری، خیلی زحمتت نیست، کمک دستی برسون. جمله دوم همینه، به جای give میتونی از lend استفاده کنی. lend به چه معنیه بچه ها؟ ببین ما یه lend داریم، یه borrow داریم، خب جفتش به معنی قرض گرفتن و قرض دادنه. خب اگه تو میخوای بگی من خودکارشو قرض گرفتم، خودکار دوستمو قرض گرفتم، از borrow بعد استفاده کنی، بگی I borrowed my friend's pen، من خودکار دوستمو قرض گرفتم. حالا فرض کن میخوای به دوستت بگی که من خودکارمو یه هفته بهت قرض میدم. خب اینجا من دارم از قرض دادن استفاده میکنم، نه قرض گرفتن. اینجا دیگه نمیتونی از borrow استفاده کنی، این اشتباه رو خیلی ها میکنن. میخوام بگن آقا من خودکارمو بهت یه هفته قرض میدم، میگن که I will borrow my pen to you for a week. این غلطه، باید از lend استفاده کنی، I will lend my pen، من بهت قرض میدم. حالا میخوای بگی من خودکارتو قرض میگیرم، I will borrow your pen. تفاوت borrow و lend رو بفهمید، borrow میشه قرض گرفتن، lend میشه قرض دادن. اوکی؟ اینجا داره میگه lend me a hand with this، یه دقیقه کمکی برسن، یعنی که دستتو قرض بده، یعنی که یه دستی برسون دیگه، همه مثل گیو می میونه. خب جمله سوم، could you spare a moment. خب spare به معنی وقت آزاده بچه، مثلا میگم what do you do in your spare time، معمولا تو وقت آزاده چی کار میکنی، spare time، خب وقتی که بیکاری. اینجا داره به عنوان فعل ازش استفاده میشه. خب could you spare a moment، یعنی میتونی یک لحظه رو واسه من آزاد کنی، واسه من وقت بذاری، میشه لحظه واسه من وقت بذاری. مدل فارسیش این میشه could you spare a moment. مثلا طرف میبینی بیزیه، داره تلفن حرف میزنه، داره آشپزی میکنه، میخوای بگی که میشه لحظه واسه من وقت بذاری، could you spare a moment. از این جمله میتونی استفاده کنی. خب بچه ها جملات این بخش تموم شد، بریم سراغ سیچویشن یا سکشن بعدی، asking for information، رجبه اطلاعات از دیگران پرسیدن. میخوای اینفورمیشن بگیری، میخوای اطلاعات بگیری، چه جملاتی میتونی استفاده کنی؟ بریم با سه تا بررسی کنیم. سه تا جمله اول، جمله اول can you tell me ادامش، can you tell me، جمله دوم could you tell me ادامه جملت، جمله سوم I'd like to know خلا مخففش میشه I'd like to know. بریم جملات رو بررسی کنیم. جمله اول و دوم عین همن بچه، can you tell me، could you tell me، تفاوتش رو که دیگه خودتون تا الان فهمیدید، برای سیچویشن فرمال و اینفرمال و فرمال. اگر could میخوای استفاده کنی برای مؤدبانه تره، برای کسی که غریبه است، برای کسی که نمیشناسی، برای کسی که احترام زیادی براش قائلی و از تو مثلا بزرگتره، could you tell me، امکانش هست بهم بگید. can you tell me مثلا میشه که میشه بگی. خب ما تو فارسی مثلا به غریبه برسیم میگیم میشه، نمیگیم که میشه بگی چی شده، میشه مثلا میشه امکانش هست بگی چی شده، برای مؤدبانه تر بودنش. جمله سوم میگه که I would like to know دوست دارم که بدونم، I would like to know what happened here. خب یعنی که دوست دارم بدونم اینجا چه اتفاقی افتاده، یعنی که بهم اطلاعات بده دیگه. I would like to know یعنی که یه چیزی خبر نداری، You are asking for information، داری راجع به اطلاعات از طرف میپرسی. I would like to know what happened here، میخوام بدونم اینجا چه اتفاقی افتاده. مثلا میرسی صحنه تصادف، خب یا میگی Could you tell me what happened here، I would like to know what happened here. سه تا جمله بعدی بچه ها، جمله اول Got any idea or have you got any idea، Got any idea، Have you got any idea،
جمله دوم Could anyone tell me? Could anyone tell me? Could anyone tell me what happened here? Could anyone tell me? جمله سوم Do you happen to know or would you happen to know? Do you happen to know or would you happen to know? خب بریم از جمله اول بررسی کنیم. میگه که Got any idea or have you got any idea? هیچ ایده ای داری؟ خب خیلی سریع اینجوری میگه Got any idea? Got any idea یعنی که ایده ای داری؟ چه اتفاقی اینجا افتاده؟ یا میگن Have you got any idea؟ آیا ایده ای داری که چه اتفاقی افتاده؟ A clue هم استفاده میکنن Have you got any clue؟ هیچ سرنخی مدرکی یا ایده ای داری که اینجا چی شده؟ Have you got any idea؟ Got any idea؟ جمله دومو بیاید ذره بشکافیمش Could anyone tell me؟ Could anyone tell me؟ نکته این جمله چیه؟ Could anyone tell me مثلا Who made this coronavirus؟ کی این کرونا رو ساخته؟ Could anyone tell me؟ اینجا ما میتونیم از can استفاده کنیم؟ Can anyone tell me؟ یا نه؟ آیا anyone؟ تو مثلا رفتی توی جمعی 7-8 نفرن آیا همه باید صمیمی هن؟ اگه همه صمیمی هن پس ما میتونیم can استفاده کنیم Can anyone tell me؟ اینجا همیشه باید could استفاده کنی و اصلا ربطی به احترام گذاشتن و فرمال و این فرمال نداره Could anyone tell me؟ چرا؟ ببینید بچه این یک ذره همون شرایط کاندیشنال خیالی رو داره چجوری؟ این یه جور داری یه سوالی میپرسی که مثلا آیا کسی اینجا هست که این قضیه رو بدونه؟ کسی میتونه اینجا به من بگه این قضیه رو؟ Could anyone tell me؟ یه جور تصوریه خب ممکنه هیچ کس اطلاع نداشته باشه Could anyone tell me what happened here؟ اینجا ربطی به فرمال و این فرمال نداره این کودم به این معنیه خب یه جورایی کاندیشنال کاندیشنال با if نیست مثلا تو بخوای بگی حتما مثلا Could anyone tell me چه میدونم مثلا بخوای قبلش if بیاری If there is someone here could tell me نه با if نیست ولی تو معنا و مفهومش به معنای یه چیزیه که یه ذره مبهمه شرطیه ممکنه وجود داشته باشه ممکنه وجود نداشته باشه ممکنه کسی بدونه ممکنه کسی هم ندونه خب اینجا از could استفاده میکنی Could anyone tell me کسی هست که بتونه بگه اینجا چه اتفاقی افتاده پس همیشه باید از could استفاده کنی اگه میخوای از anyone استفاده کنی جمله سوم یا جمله آخری که بررسی کردیم Do you happen to know or would you happen to know Do you happen to know معادل فارسیش مثلا این میشه آیا امکانش هست که شما بدونی Do you happen to know Would you happen to know یا امکانش هست که شما خبر داشته باشی Do یا would Would مؤدبانه تر Would you happen to know یا امکانش هست شما اطلاع داشته باشید چه اتفاقی افتاده Do you happen to know اینجا happen به معنای مقدر بودن یا آیا امکانش هسته اتفاق افتادن نیست Do you happen to know یعنی که آیا امکانش هست شما خبر داشته باشی خب جمله بعدی I don't suppose you know یا I don't suppose you would know I don't suppose you know I don't suppose you would know جمله دوم I wonder if you could tell me I wonder if you could tell me I wonder if you could tell me جمله سوم I wonder if someone could tell me I wonder if someone could help me جمله اول چی میگه I don't suppose you would know or I don't suppose you know I don't suppose یعنی فکر نکنم تو هم خبر داشته باشی I don't suppose you would know فکر نکنم تو هم از این قضیه خبر داشته باشی خبر داری؟ یه جوری به این معنی اگه چیزی میدونی به منم بگو از would استفاده میکنی برای مؤدبانه تر برای اینکه مثلا به یه آدم غریبه بخوای بگی فکر نکنم شما هم از این قضیه خبر داشته باشی I don't suppose you would know about this خب از would استفاده میکنی اگه با رفیقتی I don't suppose you know فکر نکنم بدونی ها خب جمله دوم اینجا هم از wonder استفاده کرده مثل همون جایی که گفتیم I wonder if you could help me اگه میتونی کمکم کنی اینجا هم I wonder if you could tell me خب I wonder if you could tell me اینجا هم حتما باید از could استفاده کنی چون شرطیه I wonder if خب دیگه ربطی به مؤدبانه غیر مؤدبانه نداره نمیتونی بگی I wonder if you can help me I wonder if you could help me خب برای همین اگه میخواید قاطی نکنید همیشه از این ترکیب استفاده کن I wonder if you could help me آدم غریبه باشه رئیست باشه اصلا ناخودآگاه توش هم احترام هست هم بی احترامی
چون غیر از این ساختاری نمیتونی بسازی. به رفیقت میخوای بگی I wonder، البته به رفیقت بگی خیلی مسخرت ممکنه بکنن. I wonder، خواستم ببینم میتونی کمکم کنی. به رفیقت خیلی راحت میگی Help me، هستم میگی کمکم کن. Can you help me؟ ولی غریبه دیدی؟ اگه یه وقت میخوای قاطی نکنی، این ساختار واسه جفتش جواب میده. I wonder if you could tell me or help me. جمله آخر I wonder if someone could tell me. I wonder if someone could tell me. داشتم فکر میکردم که کسی هست که بتونه بهم بگه چه اتفاقی اینجا افتاده. اینجا هم someone باشه، هر چیزی میخواد باشه، از could بعد استفاده کنید چون که شرطیه. خب بچه‌ها، تا الان دو تا موقعیت رو با هم بررسی کردیم، میریم سراغ بخش بعدی. Asking people to wait. Asking people to wait. میخوای مردم به بقیه بگی که چه فرمات، چه این فرمات، که اگه میشه چند لحظه صبر کنن. بریم جملات رو بررسی کنیم، بازم سه تا سه تا. جمله اول Hang on a moment. Hang on a moment or hang on a second. Okay, hang on a moment. جمله دوم Give us a second. Give us a second. Give us a second. جمله سوم Half a moment. Half a moment. جمله اول Hang on a moment. Hang on به معنای صبر کردنه بچه‌ها. Please hang on، یه لحظه صبر کن. Hang on a moment، یک لحظه صبر کن. یا hang on a second، یک ثانیه صبر کن. Hang on a moment please. خب مثلا میگن could you hang on a moment، پشت تلفن. Could you hang on a second، میشه چند لحظه صبر کنی. از کدام قبلش می استفاده میکنن. Hang on a moment مستقیم بگی یعنی که وایس سه لحظه. خب یه ذره این فرماله. قبلش کودو بیاری، could you hang on a second، میشه یک لحظه صبر کنی. اینجا دیگه ساختارا رو خودتون میتونید بسازید اگه درک کرده باشید. Give us a second، یه لحظه یک ثانیه بهمون وقت بده. Give us a second. حتما اگه میخواین محترمانش کنی یه پلیز قبلش میری. Please give us a second، لطفا یه لحظه به ما وقت بده. Give us a second please. خب خالی نگو هیچ وقت، از پلیز استفاده کن یا ببرش تو قالب سوالی. میتونی یه لحظه به ما وقت بدی؟ Could you give us a second please؟ برای محترمانی کردن. Give us a second یعنی یه لحظه وایس سایر به ما وقت بده، طرف ممکنه ناراحت بشه. جمله سوم half a moment. این آدم خیلی من ندیدم جایی استفاده کنن. Half a moment یعنی که نصف یک لحظه، یعنی خیلی یه لحظه، یه ذره به من وقت بده، یه لحظه به من وقت بده، من الان کارم انجام میدم. این مثلا یه وقت خیلی کم میخوای بگی. Half a moment please، یعنی یه لحظه وایسا، خیلی زود، چیزی که مثلا زود بخواد اتفاق بیفته. ولی من خیلی نشینم تو فیلم ها و اینا، همون سکند و هنگان است مثلا دیگه. مومنتش دیگه خیلی دیگه، حرف مومنت دیگه نصف یه لحظه که دیگه نمیشه. خب بریم سه تا جمله بعدی رو بررسی کنیم. جمله اول I'll be right with you. I'll be right with you. I'll be right with you. خب I'll be right with you. جمله دوم Sorry I'm a bit tied up right now. Sorry I'm a bit tied up right now. جمله سوم Wait and see. Wait and see. جمله اول I'll be right with you. اینو خیلی میشنوید. I'll be right with you یعنی که ببین اینو معمولا کجا استفاده میکنن. مثلا هتلی میری، رستورانی میری، گارسونه مثلا میگه که الان خدمتتون میرسن جناب. خب از یه سر هم آخرش استفاده میکنن. I'll be right with you sir یعنی که یه چند لحظه وایسید، الان در خدمتتون هستم. I'll be right with you sir. خب حتما از سر استفاده میکنن. I'll be right with you sir یعنی که یکم صبر کنید، من کارم انجام بدن، در خدمت شما. I'll be right with you به این معنی در خدمت کسی بودن. خب جمله دوم چی میگه؟ Sorry I'm a bit tied up right now. Sorry I'm a bit tied up right now یعنی که ببخشید من یه ذره سرم الان شلوغه. I'm a bit tied up right now یه ذره دست و پام بنده، نمیتونم کاری بکنم، دستم بنده، پاکنه دستم بنده، و اگه بشه یه ذره صبر کنی حالی میشه. Sorry I'm a bit tied up right now. I'll be right with you. زود در خدمتتون خواهم بود. میتونی اینا رو با هم قاطی کنی. جمله سوم چی میگه؟ Wait and see. اینو موقعی استفاده میکنی که میخوای به طرف بگی صبر کن و نتیجهش هم ببین دیگه. حالا ببین. ببین حالا کی گفتم. خب اینو معمولا با رفیقات استفاده میکنی. Wait and see. مثلا طرف قبول نمیکنه میگه حالا وایس و ببین دیگه، صبر کن ببین چی میشه. Wait and see. میبینی که حق با منه. خب wait and see یعنی که صبر کن تا نتیجه بیاد. Wait and see یعنی که وایسا خودت با چشای خودت ببین.
سه تا جمله آخر این بخشم بررسی کنیم بچه ها. جمله اول: You'll just have to be patient. You'll just have to be patient. You just have to be patient. جمله دوم: Give me a chance. Give me a chance. Give me a chance, please. Give me a chance. جمله سوم: Don't be so impatient. Don't be so impatient. جمله اول چی میگه بچه ها؟ با هم بررسی کنیم. You'll just have to be patient. تو فقط باید یه ذره صبور باشی. You'll just have to be patient. طرف دیگه نا نداره، خسته شده، میخواد بیخیال شده، میخوای بهش بگی که صبر داشته باش. وایسه به نتیجه میرسی. خب؟ دیگه نمیگه You just have to wait. اگه میخوای بهش امید بدی میگه که You just have to be patient. Patient یعنی صبور بودن، باید صبر داشته باشی. خب؟ You just have to be patient. جمله بعدی: Give me a chance. Give me a chance. یه فرصت دوباره بهم بده. مثلا طرف میخواد باهات رابطه‌شو قطع کنه، یه اشتباهی کردی، میخواد اخراجت کنه، تو میخوای یک فرصت دیگه بگیری، میخوای بهش بگی صبر کن. اینم یه جورایی asking people to wait دیگه. میخوای بگی آقا وایسا، یه فرصت دیگه بهم بده. Give me a chance. Okay? Please don't fire me. من اخراج نکن. Give me another chance. یه فرصت دیگه به من، یه شانس دیگه به من بده. Please give me another chance, please. و جمله آخر: Don't be so impatient. Don't be so impatient. گفتیم patient یعنی صبور بودن. Impatient مخالفشه. میگه که انقدر غیر صبور نباش. نمیدونم معادل فارسیش چی میشه. Don't be so impatient. انقدر زود جوش نیار. انقدر زود بیخیال نشو. انقدر زود قور نزن. Don't be so impatient. یعنی که انقدر زود جا نزن. صبور باش. خب؟ اینقدر تعاملت کم نباشه. Don't be so impatient. مخالفه patient میشه بچه. ما صبور مخالف داریم تو فارسی. غیر صبور، زود رنج، زود give up، زود بیخیال، هرچی که شما تو ذهنت داری. Don't be so impatient. خب بچه ها بریم سراغ سکشن آخر، بخش آخر. Asking somebody's opinion. نظر کسی رو پرسیدن. میخوای از کسی نظرش رو بپرسی که راجبه یه چیزی چجوری فکر میکنه. بریم ببینیم تو چه قالبی از چه جملاتی میشه استفاده کرد. سه تا جمله اول خیلی ساده. جمله اول: What do you think of? What do you think of? ادامه جمله. What do you think of? جمله دوم: What do you think about? What do you think about? What do you think about? جمله سوم: How do you feel about? How do you feel about? یا How would you feel about? این مخفف How would you feel about. بریم بررسی کنیم. جمله اول: What do you think of؟ خیلی ساده. What do you think of؟ چی فکر میکنی راجبه؟ ببینی حرف اضافه بعد think بچه ها تو جمله اول و دوم هم میتونه of باشه، هم میتونه about باشه. What do you think about؟ در رابطه با این چی فکر میکنی؟ خب؟ What do you think of؟ از جفتش میتونی استفاده کنی. What do you think of him؟ What do you think of him؟ نظر راجبه اون شخص چیه؟ What do you think about him؟ نظرت راجع به اون آدم چیه؟ جفتش به یه معنی. از think میتونی بعدش هم of استفاده کنی، هم about. ولی جمله سومو ببینیم. جمله سوم خیلی نکته داره. اولا این که بعد feel how would you feel about حتما بعد about بیاد. بعد feel شما نمیتونی of استفاده کنی. How do you feel of؟ نداری مثلا، چیزی نمیشنوی جایی. How do you feel of؟ حالا چرا اینجا would استفاده کرده؟ ببینید اینجا ما اگه would استفاده نکنیم میشه how do you feel. How do you feel به معنی این که حالت چطور است. خب اینجا ایده پرسیدن نیست. How do you feel؟ How do you feel؟ حالت چطوره؟ میگم I'm feeling fine. این میشه تو محاوره حال کسی رو پرسیدن. ولی وقتی میگی How would you feel about؟ How would you feel about یعنی که میبریش دوباره تو شرایط imaginary. خب که مثلا میگی آقا نظرت چیه؟ حست چیه مثلا؟ که اگه ما این کار کنیم. How did you feel about if we go on a vacation؟ نظرت چیه که اگه، احساست چیه که اگه ما یه مسافرت بریم؟ How would you feel about؟ پس اینم یه جورایی کاندیشنه، یه جورایی شرطیه، ایمجینریه، تصور داره میکنه. برای همین اینجا از would استفاده کرده. How would you feel about؟ بعد feel هم حتما باید about بیاد. How would you feel about we go on walk right now. یعنی که نظرت چیه، حست چیه اگه الان بریم یه پیاده روی کنیم. How would you feel about. سه تا جمله بعدی بچه. What's your opinion of. What's your opinion of. جمله دوم. What are your views on. What are your views on.
Where do you stand on? Where do you stand on? بریم از اول بررسی کنیم. جمله اول What's your opinion of? خب نظره در رابطه با این چیه؟ What's your opinion of? بچه ها به این حرف اضافه ها خیلی دقت کنید. What's your opinion about him? خیلی من شنیدم میگن، ما تو کلاس زبان ها هم بچه ها زیاد میگفتم What's your opinion about? ولی حرف اضافه درست ترش که خیلی استفاده میشه of. What's your opinion of? نظره در رابطه با این چیه؟ خب about هم میشه استفاده کرد. What's your opinion about? What's your opinion of? ولی about رو من حس میکنم یه ذره لحاظ قواعدی غلطه، چون که شما خودتون دارید میبینید دیگه، میگه نظر تو در رابطه با این چیه، خب روی این قضیه چیه، فکرت روی این قضیه چیه، مثل فکر کردن نیست what you think about. What's your opinion of یعنی که ایدت روی این قضیه چیه، نظرت روی این قضیه چیه. حرف اضافه درست‌تر به نظر من آوه. جمله دوم What are your views on؟ What are your views on؟ میگه که دیدگاه ها چیه روی این قضیه. خب ببینیم خودمون داریم میگیم روی این قضیه، خب دیدگاه ها چیه؟ What are your views on؟ حرف اضافه حتما باید on باشه. What are your views on this news؟ راجع به این اخبارا ایده های تو چیه؟ دیده تو چیه؟ خب دیگه اینجا نمیگی What are your news؟ What are your views about؟ خب این میدونی به چه معنیه؟ What are your views about؟ یعنی که ایده های تو در رابطه با چیه؟ یه سری ایده ها داری تو ذهنت، میخوای بگی آقا What are your views about؟ این ایده های تو، این دیدگاه های تو راجع به چی هن؟ ممکنه اصلا ربطی به قضیه نداشته باشه، یه چی دیگه است. ایده هایی تو ذهن خودت داری، طرف میاد میگه این ایده هایی که تو داری در رابطه با چی هن؟ خب ولی وقتی یه موضوع به خصوص رو میخواد بگه، میگه که What are your views on this subject؟ روی این موضوع به خصوص دیدگاه های تو چیه؟ جمله بعدی Where do you stand on؟ Where do you stand on؟ این یعنی که تو کجای قضیه ای؟ کجای قضیه وایستادی؟ کجاشی؟ خب نظرت چیه؟ خب مثلا این قضیه، مثلا یه قضیه ای که هر کی یه برداشتی داره، این با این قضیه موافقه، این با این موافقه، این با این موافقه، تو میخوای بگی تو کجاشی؟ تو با کدوم موافقی؟ تو با کدوم بخشی؟ تو کدوم بخش اوکی تری؟ تو کدوم سکشنو بیشتر موافقی باهاش؟ Where do you stand on یعنی که بین این همه مثلا موضوعی که نظرهای مختلف روشه، یکی میگه این درسته، یکی میگه این درسته، یکی میگه این درسته، یکی میخواد بگه آقا نظر تو چیه، تو فکر میکنی کدوم درسته، از این استفاده میکنم. Where do you stand on؟ تو کجا وای میسی بین این خونه های خالی که هست و هر کس توش رفته، تو کدوم انتخاب میکنی؟ Where do you stand on؟ و جمله آخر که خیلی کاربردیه، خیلی استفاده میشه، Are you aware of؟ Are you aware of؟ آیا مطلع هستی از؟ Are you aware of؟ آیا خبرداری از؟ Aware یعنی که مطلع بودن، آگاه بودن. مثلا میگی I'm aware، من مطلعم. فعل نیست، نمیگی I ever، I am aware، من مطلع هستم. خب یه سری چیزا تو انگلیسی هستش که عجیبه، مثلا که شما میخوای بگی من با خبر هستم، میگی I'm aware، I am aware. ولی میخوای بگی موافق هستم، نمیگی I am agree. موافقت فعله، I agree، Do you agree؟ خب اینجا هم I'm ever، Are you ever، نمیگن Do you ever. خب Are you ever؟ I'm ever، I'm aware of that، از اون قضیه خبر دارم. خب بچه ها به پایین ویدیو رسیدیم، مرسی که تماشا کردید، امیدوارم جملات به درتون خورده باشه. من سعی کردم که هم علاوه ترجمه، همونجوری که قواعدیه چراها و بایدها و نبایدهاشو بگم که بدونید چرا یه جایی از چه ساختاری برای چی استفاده شده، آیا اون یونیکه یا میشه مثلا تو شرایط مختلف استفاده کرد. بازم یادتون نره که لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید، و تا ویدیوی بعدی تیک کیر.